از انقلاب اینجور نبود. سیاست گرایی و سیاست فهمی مخصوص یه عده انگشت شماری در این کشور بود. مردم عموماً دور از حوادث کشور، دولت‌ها می‌آمدند، می‌رفتند، قراردادهای بین‌المللی بسته می‌شد، کارهای بزرگ در دنیا انجام می‌گرفت، ملت خبرم نمی‌شد. اینا خطوط اصلی این انقلاب است که این حوادث را در این کشور به وجود آورد. این اصول نهادینه شده است، تثبیت شده است. این تحولات سطحی نیست، مقطعی نیست. شعارهای انقلاب امروز همون شعارهای روز اول است که این نشان دهنده سلامت انقلاب است. شعارها مثل انگشت اشاره‌ای هستند که به هدفها اشاره می‌کنند، هدفها را ترسیم می‌کنند. وقتی شعارها تثبیت شده در یک نظامی، در یک انقلابی باقی ماند، معناش این است که هدفها در این نظام به شکل اول است، هدفها تغییر پیدا نکرده است. دست‌اندرکاران، مردم منحرف نشده اند از صراط مستقیم و هدفهای اصلی. امروز شعارهای ملت ایران همون شعارهای اول انقلابه. خب ما در این دوره، در این چند ده سال، سی و چند سال، بر اثر همین خطوط اساسی زندگیمون تحت تأثیر این خطوط قرار گرفته است. پیشرفت‌هایی داشتیم، ضعف‌ها و نقص‌هایی هم داشتیم. پیشرفت‌هامون را هم باید بشناسیم، ضعف‌هامون را هم باید بشناسیم. اگر ضعف‌های خودمون رو پنهان کنیم، نشناسیم، تجاهل بکنیم، این ضعف‌ها خواهد موند، نهادینه خواهد شد، برطرف نخواهد شد. همه رو باید بدانیم. نقاط مثبت و منفی هر دو هست، افت و خیز هست، اما حرکت ادامه داشته است. این مهم است. جوانهای عزیز ما بدانند ما در طول این 32 سال مواردی شده است که ضعف نشان دادیم، افت و خیز داشته است این حرکت، همیشه یک جور نبوده است، گاهی سرعت، شتاب، گاهی کمتر، اما حرکت هرگز متوقف نشده است. در همون جهت اصلی پیش رفتیم که امروز محصول آن را داریم مشاهده می کنیم. من چند تا از نقاط قوتی را که در این مدت داشتیم عرض کنم، چند تا هم از نقاط ضعف را عرض کنم. مهمترین نقطه قوت ما در این 32 سال عبارت است از غلبه بر چالش ها. این خیلی مهمه. ما یک ملتی نبودیم که سرمون رو بندازیم پایین، راهمون رو بریم، کسی به ما کاری نداشته باشد. نه، از روز اول قدرت های مجهز جهانی، مسلطین جهانی با ما کار داشتن، بنای بر اذیت گذاشتن، بنای بر مانع تراشی گذاشتن، علیه ما جنگ تحمیل کردن، صدام رو به جان ما انداختن، 8 سال ما رو گرفتار کردن، تروریست آوردن، تحریم کردن. اینجوری بود است. ما بر همه این چالش ها تا امروز غلبه پیدا کردیم. یعنی هیچ کدام از این چالش ها نتوانسته است ملت ما را و انقلاب ما را پشیمان کند، به زانو در بیاورد. ما راهمون رو با قامت استوار به حمدالله ادامه دادیم. این مهمترین نقطه قوت ماست. نقطه قوت دیگر در این مدت گسترش خدمات به
ملت است کمن و کیفن، قابل مقایسه با گذشته ها، نه با گذشته نزدیک قبل از انقلاب، با گذشته های دوردست هم قابل مقایسه نیست. خدمات عظیمی که گسترش پیدا کرده است در سراسر کشور، هم کیفیت های این خدمات بالاست، خدمات درجه اول است مادی و معنوی، هم کمیت اونها، گسترش اونها زیاده. این نقطه قوت مهمی است. نقطه قوت دیگر پیشرفت علمی است. این پیشرفت علمی را عزیزان من دست کم نگیرید، این خیلی مهم است. علم پایه پیشرفت همه جانبه یک کشور است. این حدیث رو من یه وقتی خوندم، العلم سلطان، علم اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشته باشد میتواند به همه مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران جهانی به برکت علمی که به آن دست پیدا کردن بود که توانستند به همه دنیا زور بگند. ما البته هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای ما به عنوان یک پیشرفت حتما لازم است. ما پیشرفت‌های علمیمون در این مدت 30 و چند سال پیشرفت‌های حیرت‌آوری است. ما در حالا فناوری هسته‌ای تصادفاً معروف شده، از همه توجه دارن، هم در کشور هم در دنیا. لکن فقط این نیست، فناوری هسته‌ای است، علوم فضا، هوافضا است، علوم پزشکی است، رشته‌های بسیار مهم و دست نیافتنی پزشکی رو خوشبختانه امروز کشور ما حائز است و کارهای بزرگ پزشکی در این کشور انجام می‌گیرد. رادیو داروها، زیست فناوری، نانو فناوری که از علوم جدید است، دانش‌های نو دنیاست، سلول‌های بنیادی که یکی از بزرگترین کارهاست در عرصه علم، شبیه سازی، ساخت ابررایانه ها، فناوری انرژی های نو، رادیو داروهای مهم، داروهای ضد سرطان و این فهرست ادامه داره. اینا رجزخوانی نیست که من عرض می کنم، این گواهی مراکز علمی معتبر دنیاست که اونها میگن سریع ترین رشد علمی در همه دنیا در این سالها در ایران اتفاق افتاده است. سال 2011، این گزارش سال 2011 است که سریع ترین رشد علمی در همه دنیا در ایران اتفاق افتاده است. رتبه علمی اول منطقه ایران است، طبق گزارشی که مراکز علمی معتبر دنیا دادند. ما این رتبه اول علمی رو برای 1404 در نظر گرفتیم، هنوز 14 سال باقی است. همین سال میلادی گذشته گفتن ایران از لحاظ رتبه علمی در منطقه اول است، در دنیا 17 هم، در سطح دنیا رتبه علمی کشور ما 17 هم. اینا خیلی مهمه. این پیشرفت علمی یکی از نقاط مثبت ما، از نقاط قوت ما اینه. یکی از نقاط قوت دیگر ما پیشرفت‌های کشور در ایجاد زیرساخت‌های فنی و مهندسی صنعتی است که بینندگان خارجی رو هر وقت آمدن دیدن، بازدید کردن، به تحسین وادار کرده است. این کارهای عظیمی که در زمینه ارتباطات، راه‌ها، ارتباطات مخابراتی، بر زیر ساخت‌های گوناگون فنی و مهندسی و صنعتی و اینها انجام گرفته است، یک داستان جداگانه است. من واقعاً متاسف میشم وقتی میبینم این گزارش‌های روشن و خوب اونچنان که باید و شاید داده نمی‌شود به مردم، که مردم خوشحال بشن، بدانن چه اتفاق داره میفته در کشور. یکی از نقاط قوت ما در این مدت انتقال
ارزش‌های انقلاب به نسل دوم و سوم بود. امروز شما جوان‌ها رو نگاه می‌کنید، همین شهید عزیز اخیر ما، همین مصطفی احمدی روشن، شهیدی که شهادتش دل ما رو سوزند، یا اون شهید جوان قبلی، شهید رضایی نژاد که اوائل امسال به شهادت رسید. اینا دوتا جوان دانشمند 32 ساله امام رو درک نکردند، جنگ رو درک نکردند. دوران انقلاب رو درک نکردند. این جور با شجاعت، با شهامت درس میخونن، تحصیلات میکنن، مقامات عالی رو طی میکنن، میداننم که مورد تهدیدند. میفهمن، میدانن که اینا مورد تهدیدن، اما میرن. این خیلی مهمه، این ارزش است، این ارزش های انقلاب است. در نسل سوم، اینا نسل سومن، احمدی روشن و رضایی نژاد و امثال اینها، اینا نسل سوم انقلابن. همین، گوش کنید، همین حرکت عظیم این جوانها که اعلان کردن بعد از شهادت احمدی روشن که ما حاضریم بیاییم کار کنیم، اینا خب خیلی مهمه، اینا رو نباید دست کم گرفت. یکی از نقاط قوت ما، نقاط مثبت ما همینه که این ارزش ها منتقل شد به نسل های دوم و سوم. البته ریزش داشتیم، توبه کار از انقلاب، پشیمان از انقلاب داشتیم، بله، اما رویش های ما بیشتر از ریزش های ما بوده است. نیروهای فرسوده ریزش پیدا کردند، نیروهای جوان و با تراوت بالا آمدن، رویش پیدا کردند. یکی از نقاط مثبت ما در این مدت ارتقاء جهشوار در اثرگذاری در مسائل عمده منطقه و مسائل جهانه. امروز کشور ما، نظام جمهوری اسلامی، یک کشور اثرگذار است. آری و نی او در مسائل منطقه، حتی در مسائل جهانی اثر میگذاره. این خیلی مهمه برای کشور. یکی دیگه از نقاط قوت ما، بنیه قوی و ساخت محکم کشور و نظام در مواجهه با دشمنی هاست. ما در مقابل دشمنی ها مضطرب نمیشیم، نگران نمیشیم، دغدغه پیدا نمی کنیم. بنیه نظام و بنیه کشور بنیه مستحکمی است. یکی دیگه از نقاط قوت ما، ارتقاء کمی و کیفی مراکز علمی ماست، یعنی دانشگاه ها و حوزه های علمیه. هم حوزه های علمیه ما از لحاظ کمی و از لحاظ کیفی ارتقا پیدا کرده است، هم دانشگاه های ما. اینا نقاط قوتی است و هر کدام از اینها شهرهای طولانی می طلبه، آمارهای دنبالش هست. و غیر از اینها هم نقاط قوت زیادی داریم، نقاط ضعفی هم داشتیم، نقاط ضعفی هم داشتیم. من این جمله را در ادامه نقاط قوت عرض بکنم که ملت ایران توجه داشته باشند. همه این پیشرفت‌های علمی و اجتماعی و فنی در شرایط تحریم اتفاق افتاده است. این خیلی مهمه. دروازه‌های علم را، دروازه‌های فناوری را بر روی ما بستند، راه‌ها را مسدود کردند، محصولات مورد نیاز ما را به ما نفروختند و ما اینجور پیشرفت کردیم. در شرایط تحریم این اتفاق افتاده است. اینه که امیدها افزایش پیدا میکنه. ما البته ضعف‌هایی هم داریم، این ضعف‌ها رو بایستی از بین ببریم. من بعد برمیگردم به این مسئله تحریم و شرایطی که تحمیل شده است، یه جمله‌ای عرض خواهم کرد. ضعف‌های ما خطرهایی است که سر راه ماست، در این مدت وجود داشته است، باید بعدها جلو به اینها رو بگیریم.
اولین زر